سلام جمعه هفته اسفند 88 26 فوریه 2010 میلادی امروز در مورد پنج موضوع صحبت میکنیم موضوع اول صحبت های آقای خامنه ای در رفتن اعضای مجلس خبرگان به حضور ایشونه برای چندمین بار آقای خامنه ای دوباره تاکید کرده بر اینکه دیگه تموم شد اگر هر کسی دیگه از این بگه انتخابات سهد نداره بیرون از نظامه و در واقع به نوعی خط نشون کشیدن درست مثل آدمی که واقعیت بیرونی هست اما دلش میخواد که و براش واقعیت بیرونی یک کابوسه اما دلش میخواد که از خواب بیدار شه و این کابوس در واقع تموم شده باشه صحبت از این که کسی بیرون از نظام دیگه نمیدونم از این حرفها اگر بزنه مثل این نیست که ایشون نمیفهمد که نمیداند که 80 درصد مردم او و حکومتش رو و رژیمش رو قبول ندارند و با این تعریف در واقع بیرون از نظامند من به نظرم اون چیزی که آقای خامنه ای نمیداند و نمیخواهد بداند این است که آنچه که داره در ایران میگذره جنبش سبز ایران جنبش بزرگ اقتصادی اجتماعی سیاسی است که ریشه لاعقل در چهار موضوع مهم داره اول ناکارآمدی سی و یک ساله یک رژیمی که در همه ابعاد اقتصادی اجتماعی فرهنگی شکست خورده همین الان سال آینده پیش بینی تورم چهل درصدی و نرخ بیکاری بالای 20 درصد میشه نکته دوم تغییرات درون جامعه ایرانه که رشد شهرنشینی، رشد سوادآموزی، رشد مشارکت زنها در اجتماع، رشد صنعت و رشد ارتباطات جهانی تغییراتی رو ایجاد کرده که نظام موجود هماهنگ باهاش نیست. سوم گسلهای پنجگانه که انرژی زیادی در درونش نهفته مثل گسل جنسیتی، گسل نسلی، گسل قومی، گسل طبقاتی و بالاخره گسل علم و جهل شکافی که بین علم یک ملت و جهل یک رژیم و کارگزارانش به وجود اومده و نکته چهارمی غلبه گفتگان، گفتمان حق مدارانه به جای تکلیف مدارانه دینیه قلبه گفتمان دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر در نه فقط روشن فکران ما بلکه در نزد عامه مردم ما و این چهار محور در واقع چیزی نیست که یک شبه به وجود اومده باشه یا یک شبه هم از بین بره آنچه که در انتخابات خرداد سال گذشته اتفاق افتاد تنها و تنها یک حرکتی بود که کمک کرد به اینکه یک اتفاقی بود که کمک کرد به اینکه آنچه که در درون جامعه ایرانه بیاد بیرون ممکن بود به دلیل دیگه خودشو نشون بده و اونچه که الان داره اتفاق میفته این است که یک ملت ایستاده اتفاقا داره به آقای خامنه ای میگه که آیه قرآن اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم رو ایشون حق نداره به نفع خودش مصادره بکنه اون آیه راجع به چیز دیگه بحث دیگه است در مورد مباحث اون روز دنیای اسلامه و در دنیای امروز در ایران نمیتواند آقای خامنه ای به جای ملت تصمیم بگیره به جای همه تصمیم بگیره و بگه همه رأی دادین که دادین هیچ حقی ندارید من یکی میگم که مثلا آقای احمدی نژاد بشه رئیس جمهور بنابراین همان هم باید بشینن سر جا شد و تصور ایشون هم این است که با یک نمایشی که سپاه براش درست کرده چند،, چند 200 هزار نفر 300 هزار نفر حد اکثر آدم اجاره ای رو آورده و شو نشون داده بعدم دروغای گنده گنده گفته این جای مردم واقعی رو نمیگیره و بعد هم مردم رو در اون روز 20 بهمن کتک زده قلقم کرده زندان کرده دستگیر کرده این جای مردم واقعی رو نمیگیره و مشکل آقای خامنه ای رو حل نمیکنه این رو از این جهت عرض کردم برای اینکه تقریبا تم تبلیغاتی یک هفته ده روزه حکومت ایران شب و روز از رادیو تلویزیون مجلس بیخاصیت خبرگان حرفای آقای خامنهی و غیر و غیر و خلاصش در واقع اینیست که آقایون امیدوارن که از کابوسی که میبینن بیدار بشن در حالی که غافل از اینن که این کابوس نیست بلکه است ریشهدار در درون جامعه ایران و حق ملت ایران که متحقق خواهد شد اما نکته دوم سوالی بود که یکی دو نفر از من پرسیده بودند راجع به بحث دیروز من راجع به مبارزات خشونت آمیز و مبارزات بی خشونت در مقابل رژیم های امنیتی و سرکوبگر بعضی ها این سوء تفاهم براشون بود که من منظورم این است که سازمان امنیت حکومت ایران خیلی قویه همچین باوری رو من ندارم پدر جد سازمان امنیت حکومت ایران کی شوروی یا سازمان های اطلاعاتی کشورهای کمونیستی بودند که بسیار قویتر و نیرومندتر از این آقایون بودند و در واقع معلم این آقایون هم بودم اما همه این رژیم ها رژیم هایی که سازمان امنیت هاشون در واقع معتقد بودند مگس از رو آسمون شوروی یا کشورهای کمونیستی نمیپره مگر میدونن اما تمام این سازمان ها در مقابل مبارزات بی مردم رنگ باختند. چرا؟ چون اساس مبارزات بی بر مشارکت هرچه بیشتر مردم مشارکت دادن هرچه گسترده تر عموم مردم حل کردن پایه های قدرت و حکومت در درون مردم و وقتی این مسیر رو شما طی کنی از دستگاه های امنیتی هیچ کاری بر نمیاد و تمام این ارز و طولشون به درد خودشون میخوره مراد من این بود و اگر نه دستگاه حکومت ایران این آدمو بگیره و اون آدمو بگیره حد اکثرش نیست که با دستگاه اطلاعاتی یک کشور ساخت و پاخت کرده خط لوله نفت رو و گاز رو با قیمت بسیار بسیار پایین براشون میخوام بکشن و از این باچه ها بدن چهار تا همکاری بگیرن و توانشون رو ما در همین مدت هم دیدیم که ساده ترین چیزها رو نمیفهمند و از درکش هم, آجز هم. نکته سومی که میخواستم بگم این است که ای این روزها در محافل مختلف سیاسی بین المللی این بحث ها به طور جدی مطرحه که احتمالا دو تا اتفاق در طی یک ماه آینده خواهد افتاد یکی یک نوع اجماعی پیدا شده بر سر تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به سرکوب مردم مشغوله به خصوص از بعد از 22 بهمن که نقش سپاه خیلی آشکار توی خیابونهای تهران و سایر شهرها دیده شده شتاب داده در این طرف به دنیا و دوم هم مقابله با برخورد حکومت ایران برای در واقع مسئله سانسور ماهواره ها سانسور اینترنت سانسور ارتباطات و مقابله دنیا با این و احتمالا فراهم کردن زمینه هایی که گردش آزاد اطلاعات بتواند نه در ایران بلکه در همه جای دنیا به راحتی انجام بشه و دیکتاتورها نتونن اون رو صد بکنن این تقریبا میشه گفت چکیده بسیاری بحث است که این روزها در محافل سیاسی دنیا اروپا و امریکا مطرحه اما نکته سوم عرض شود که صحبت های نکته چهارم صحبت های آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه است که آب پاکی رو بالاخره روی دست حکومت ایران ریخته و گفته که سیستم دفاع موشکی اس 300 رو اصلا به دلیل اینکه توازن در منطقه به هم میخوره دیگه ما به ایران نمیدیم البته مراد از توازن هم فشاری است که اسرائیلی ها روی شوروی آوردن روی روسی آوردن و به هر حال باید گفت که بهانه های قبلی روس ها که یه روز میگفتن مشکل فنی یه روز میگفتن کشتی گم شده یه روز میگفتن حالا بعدن میدیم در واقع رو کنار گذاشتن و حسب معمول به حکومت ایران توی سرش زدن و گفتن که چند سال پول هم دادی داده باش ولی این سیستم دفاع موشکی رو بهت نخورد. داد اما نکته آخری که میخواستم بگم راجع به ادامه بحثم راجع به اکشن‌های های پیش روه که از سه مبحث قبلی سه دسته به اکسیون هایی که در خدمت سه هدف بود میرسیم به فلجسازی فلجسازی در واقع انواع و اقسامی داره این اون چیزیست که راجع بحث آفریقای جنوبی هم صحبت کردیم که در آفریقای جنوبی برای مقابله با رژیم نجات پرست در واقع تحریم و عدم همکاری با رژیم عدم خرید از سفید پوستا و تحریم جهانی این دوتا باعث شد که حکومت آپارتاید سقوط کرد در ایران در واقع فلجسازی به شکل بایکوت کالاها عدم همکاری و اعتصاب مثلا ده دقیقه به سبک لهستان و مسالی از این قبیل همکاری با اعتصابات و غیره زمینه است که ما رو به سمت فلسیازی میبرید در این خصوص در روزهای آینده باز هم بیشتر صحبت میکنیم و آکسیون مهم چارشنبه سوری تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران